بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر دانش پژوهان عزیز. در برنامه امروز میخوایم راجع به این نکته مهم که هرگاه یک چشمه صوتی حرکت بکنه چه پدیده هایی میتونه از خودش ظاهر بکنه صحبت کنیم. اون که تاکنون راجع به صوت و ارتعاش صحبت کردیم، فرض بر این بوده که چشمه صوتی در جای خودش در حال سکونه. حال ببینیم هرگاه چشمه صوتی حرکت بکنه چه پدیده هایی میتونه بگیریم. در این برنامه به دو پدیده، یکی پدیده دوپلر و یکی پدیده مربوط به امواج شوک و یا شکستن دیوار صوتی میخواییم اشاره بکنیم که این دو پدیده هنگامی حاصل میشه که چشمه صوتی با سرعت معینی حرکت بکنه. ابتدا میپردازیم به پدیده دوپلر. در واقع اگر یک چشمه صوتی در یه نقطه ساکن باشه و فرض میکنیم امواج کروی از خودش گسیل بکنه، این امواج به فواصل زمانی معین یا به فواصل طولی معین که طول موج نامیده میشه از هم قرار خواهند گرفت و در تمام جهات منتشر خواهند شد و هنگامی که به گوش ما رسیده بشه ما با یک ارتفاع معینی اون صدا رو میشنویم. مثلا در اینجا در این تصویر فرض بر اینه که یه چشمه صوتی در این نقطه قرار گرفته و از خودش امواج کروی تشعشع میکنه. این امواج به فواصل لامدا یعنی طول موج و به فواصل زمانی یک پریود ارتعاش از هم قرار دارن. اگر چشمه صوتی فرض بفرمایید که به سمت راست با سرعت معینی مثلا VS حرکت میکنه، دیگه فاصله این امواج با هم برابر و برابر این طول موج نخواهد بود، بلکه همچنان که در این تصویر ملاحظه میکنید هر دو چشمه صوتی با سرعت معینی به سمت راست حرکت میکنید، در این جهت موج ها به هم نزدیکتر شده، یعنی طول موج تبدیل به لامدا پریم که کوتاه‌تر هست، در این جهت طول موج بیشتر شده و در جهات دیگر بسته به این که چه جهتی باشه طول موج در هر حال با مقدار سابق فرق خواهد کرد. این مسئله سبب خواهد شد که اگر ناظری در اینجا قرار بگیره طول موج وقتی که مثلا کوچک بشه فرکانس مثلا زیاد خواهد شد و ناظری که در اینجا قرار بگیره صدای چشمه صوتی رو زیرتر احساس خواهد کرد و اگر ناظر در این طرف قرار بگیره صدا رو بمتر و اگر در یک جهت غیر مشخص بسته به این که در چه جهتی باشه صدا رو با یک زیروبنی معینی دریافت خواهد کرد. پس اگر چشمه صوتی حرکت بکنه در اثر حرکتش فرکانس صدایی که ما خواهیم شنید یا ارتفاع صدایی که احساس خواهیم کرد تغییر خواهد کرد. اینو بهش میگن پدیده دوپلر. میتونیم از فیلمی در این زمینه استفاده کنیم که مکانیزم عمل و شما در این فیلم برم برنامه ما مورد توجه شما قرار داشته باشه تا برنامه آینده همه شما رو به خدا میسپارم. خدا فریاد بلند روزگار
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان گرامی. در روز خجسته افتخار پیدا کردیم که به اتفاق سایر همکاران در خدمت شما عزیزان باشیم. سالروز ولادت با سعادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه مسلمین جهان خاصه هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. روز مادر رو خدمت همه مادران ارجمند تبریک عرض میکنم و انشاءالله که در زندگی موفق و پیروز و مؤید باشن و فرزندان قدر این فرشته الهی مادر رو انشاءالله بدونن. اجازه بفرمایید که ادامه برنامه ها رو از پخش شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران خدمتتون عرض بکنم. بعد از اعلام برنامه ها فیلم بدن انسان رو خواهیم دید. اخبار انگلیسی در ساعت 18 پخش خواهد شد. برنامه جراحان رو در ساعت 18 و 17 دقیقه تقدیم حضور علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. و ما در ساعت 18 و 45 دقیقه در جریان مهمترین خبرهای علمی، فرهنگی و هنری از شبکه دو انشاءالله قرار خواهید گرفت. خاطرات ورزشی رو ورزشکاران و علاقمندان به برنامه‌های ورزشی میتونن در ساعت 19 ملاحظه بکنن. دانستنی‌ها و دانش پزشکی در ساعت 19 و 46 دقیقه و 30 ثانیه پخش خواهد شد.
و ما برنامه زنده گلواژه‌های ایمان رو که جمعه اولین قسمت رو دیدید، امشب دومین قسمت رو در ساعت 20:25 دقیقه همکارانم در خدمتتون اجرا خواهند کرد و در ساعت 21:41 دقیقه قسمت دیگری از سریال پربیننده آرایشگاه زیبا رو به اتفاق خواهیم دید که 12 قسمت از این سریال رو پخش خواهیم کرد. اخبار سراسری در ساعت 22:30 دقیقه به سمع نظر شما بینندگان گرامی خواهد رسید. بار دیگه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما بینندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم به فیلم بدن انسان توجه کنید. دستگاه گوارش. این دستگاه گوارش انسان است. این دستگاه غذایی را که می‌خوریم به مواد ساده‌تری تبدیل می‌کند که قابل جذبند و می‌توانند به وسیله بافت‌ها و سلول‌های بدن به مصرف برسند. بیشتر اطلاعات ما درباره دستگاه گوارش از آزمایشات ویلیام بوما، یک پزشک آمریکایی قرن 19 حاصل شده است. بعدها دکتر کلود برنارد فرانسوی و دانشمندان دیگر هم دریافتند که همه غذاها مفتری ویتامین، املاح و یک یا چند نوع ماده اساسی غذایی هست که وجود آنها برای رشد و تولید انرژی لازم است. این مواد عبارتند از هیدرات‌های کربن، پروتئین‌ها و چربی‌ها. وظیفه دستگاه گوارش آن است که از نظر شیمیایی غذاها را به اجزای ساده‌تر و قابل استفاده بدن تجزیه کند. اندام‌های دستگاه گوارش که این عمل تجزیه غذاها را انجام می‌دهند عبارتند از غدد بزاقی، مری، معده، روده باریک، کبد، لوزالمعده و روده بزرگ. به جز مری و روده بزرگ، همه این اندام‌ها ترشحاتی دارند که در تجزیه غذا دخالت می‌کنند. غدد بزاقی بزاق ترشح می‌کند. در معده شیره معدی، در روده باریک شیره روده‌ای، در کبد صفرا و در لوزالمعده شیره لوزالمعده. حال ببینیم شیره گوارشی چگونه مواد غذایی را تجزیه می‌کند. در طرف چپ نشاسته وجود دارد که برای بهتر دیده شدن آن را رنگ کرده‌ایم. این نشاسته یکی از مواد غذایی اساسی یعنی هیدرات‌های کربن را دارد. در این صورت مواد مذکور نمی‌توانند قابل استفاده سلول‌های بدن باشند زیرا مولکول‌های پیچیده‌ای دارند. بزاق یعنی ماده ترشحی غدد بزاقی نشاسته را به مواد ساده‌تری مبدل می‌سازد. می‌توانیم این مسئله را با اضافه کردن بزاق به نشاسته نشان دهیم. محلول نشاسته رنگ روشن‌تری پیدا می‌کند. بر اثر واکنش شیمیایی که بزاق صورت داده، هیدرات‌های کربن دارای مولکول‌های پیچیده شکسته شده به مواد ساده‌تر مبدل شدند. این قبیل تغییرات شیمیایی اساس گوارش را تشکیل می‌دهند. بزاق نشاسته را تغییر شیمیایی داده و آن را به مواد ساده قابل جذب تبدیل کرده. هدف همه فرایندهای گوارشی تبدیل کردن مواد غذایی پیچیده به مواد غذایی ساده است که می توانند به وسیله جریان خون به سلول ها و بافت های بدن برسند. گوارش غذا در دهان آغاز می شود. غذایی که در دهان گذاشته شد جریده می شود. این عمل را به کمک اشعه‌ای در این صحنه می بینید. در این تصویر هم دیده می شود که غذای جویده شده با ترشحات 3 جفت غدد بزاقی آغشته می شود. این ترشحات همان بزاق است. بزاق می تواند غذای محتوی
پیش می کردم برای تو چه باید آورد از دیار دو دست ازل. هنوز آب و گلم را در هم نسرشته بودند و جان در حال بدن ندمیده بودند که بهتون نمیشیدم و ارمغانی که باید از پس این سفر دراز برای تو بیارم. لحظه های جاودانی آفرینش پایان یافت و من هنوز پیشکشی برای تو نداشتم. قریب بار به درگاه کبریای آسمان نادیدم تا مرا دست مایی برای دیدار تو ببخشد. آنگاه به پاداش صبر و ثباتم مرا دلی بخشیدند آبگینه تر از آب، دلی سبز تر از آبی و سپید تر از نسیم، و من رو به سوی دیدار تو آورم. اینک این قلب من است در دست های تو، این قلب من است که همچون درختی در برابر طوفان سر فرود آورده است و پیشانی بر خاک می‌زند. این قلب من است که همچون زورقی خورد در ساحل اقیانوس بیکران محبت فرو است. گوش فرادار، این صدای قلب من است که ترانه های باستانی عشق را زیر بم فرو می کند. کشتی بر لب دریا نشسته، همه گویان تا بنواز، صدا چون می‌دهد تار شکسته، صدا چون می‌دهد تار شکسته. خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس و ایم و منده بی کس. خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس خادم باز، صدا چون میدهد تار شکسته، صدا چون میدهد تار شکسته. خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس و ایم و منده بی کس. خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس و ایم و منده بی کس. همه گویم تا ارکست نداره، خدا یاره چه حاجت کس، خدا یاره موی چه حاجت کس.
باشم اول روز از آتش عشق بران آتش بلم مردان سازم الهی آتش عشقم به جان زن شررزان شدم بر آسفازم شوشم شوشم بر فروز از آتشش بران آتش دلم پروانه سازد شوشم بر فروز از آتشش بران آتش دلم پروانه سازد شوشم بر فروز از آتشش بران آتش دلم In the name of God, the Compassionate, the Merciful, welcome to Sunday's edition of IRIB News. On the eve of the birthday of Hajjat Fatima, the daughter of Prophet Muhammad, peace be upon him, the leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, yesterday granted amnesty to 109 women sentenced by the Revolutionary Court and 109 prisoners sentenced by the Special Disciplinary Court for the Clergy. According to IRNA, the amnesty was proposed by Chief Justice Mr. Yazdi and approved by the leader. On the auspicious birth anniversary of Hazrat Fatima Zahra, peace be upon her, and Women's Day, magnificent ceremonies were held in the presence of President Rafsanjani and country's women in Tehran today. In His Excellency's speech, President Rafsanjani underlined that the return of the real status of women to them, which, as the President added, has been usurped in history,
is among one of the ideals of all people who believe in the Holy Quran. By referring to the acquired task and also improper responsibilities being shouldered by women in the West, President Rafsanjani termed them as the main cause behind the detachment of emotional bonds in their life, stating that the outcry of today's reformists can be heard in the West who oppose the current situation there. The Iranian president described as outstanding tokens the allocation of about 40% of the country's university's capacity to women and praised their active role in the education system, stating that women have formed 32% of the scientific, technical, and educational workforce of the government. President Rafsanjani also emphasized that the government, through the enforcement of necessary laws, intends to bring about the materialization of women's virtual rights to enable them to be active in social arenas while doing their significant duties concerning the home and children's upbringing. President Rafsanjani also underscored that women in the country, by observing Islamic dignity, can take part in all political, economic, social, cultural, and artistic activities. Vice President in charge of international affairs, Mr. Boris Muradov, arrived in Tehran this morning and was officially welcomed by Foreign Minister Mr. Velayati. Shortly after his arrival, the Turkmen official called on President Rafsanjani. During the dialogues, the president stressed Tehran's willingness to expand ties with Central Asian republics, especially Turkmenistan, adding the nations in the region can count on a promising future through more exchanges of views and wider joint cooperation, particularly in the political field. Mr. Rafsanjani later emphasized more unity and coordination among the Caspian Sea littoral states in order to utilize the very suitable marine resources of the region. In the meeting, the Turkmen vice president submitted a message from his country's head of state to his host and then hoped that his talks with Iranian authorities could lead to tangible outcomes and pave the way for deepening Irano-Turkmen ties. He said he came to Iran to follow up the accords reached during Mr. Rafsanjani's recent visits to Ashgabat and added that establishment of the Caspian Sea Cooperation Organization is in the interest of all regional states. He reflected his country's hope that other neighboring states attach the same importance to their ties with Tehran as Ashgabat does. The Turkmen vice president later had a session with Foreign Minister Mr. Velayati to discuss with him bilateral ties and regional issues. The Turkmen vice president arrived in Tehran early today, heading a top-ranking political-economic delegation, and was officially welcomed by Foreign Minister Mr. Velayati. President Hashemi Rafsanjani received the new Turkmen ambassador to Iran this morning. Submitting his credentials, the ambassador conveyed Turkmenistan's President Niyazov's best wishes to the Iranian nation and government. President Rafsanjani then said historical and cultural common ground between the two states paved the way for further mutual cooperation in the future. The Azeri Parliament Speaker, Mr. Rasul Boryev, who arrived in Tehran yesterday, in a meeting with his Iranian counterpart, Mr. Natevnili, called for further relations, for further cooperations between the two countries. During his talks, the Azeri official also said he came to Iran to follow up the agreements and accords that were reached during President Rafsanjani's recent visit to Baku, the Azeri capital. Regarding the Azeri-Armenian clashes, Mr. Goliev stressed his country's right to defend its territorial integrity and called the U.S. terms for ending the war unacceptable. Later, the Iranian Majlis Speaker, Mr. Natik Nouri, expressed hope that his Azeri counterpart's tour could lead to strengthening of bilateral ties in every possible field. Mr. Natik Nouri then expressed sympathy with the defenseless Azeri people and lashed out at the double standard policies of the international community towards the Karabakh conflict. Venezuelans went to the polls today to elect a president and a new parliament. Political leaders urged people to cast ballots in today's elections and demonstrate their support for democracy after two coup attempts, while tens of thousands of security forces were mobilized to safeguard voting.
President Ramon Valles-Cuellas, in a television interview, said the presidential and congressional elections signal an end to the most disorderly period since military rule ended in 1958. Political leaders fear a low turnout may send a dangerous signal of disgust with the political system to pockets of the military, who remain disgruntled after the 1992 coups. The military acknowledged Friday it had detained five active officers who were allegedly plotting to prevent the vote through unspecified subversive acts. The defense minister told reporters the army would respect the outcome of the elections. About 40,000 members of the armed forces were mobilized to protect voting stations and to guard news organizations against any attempt to sabotage the dissemination of results. 10 million Venezuelans are eligible to cast ballots in the voting for president and the 46 senators and 102 deputies in the Congress. Candidates have focused on the themes of corruption and social and economic ills in that oil-producing country. Millions of Italians went to the polls today in the second round of municipal elections. Many left-wing and neo-fascist candidates, as well as the regional Northern League, are competing for mayoral positions in nearly 130 cities and towns. In the first round of voting 2 weeks ago, three main parties which had been tainted by scandal suffered overwhelming defeat. Nearly 8 million people are eligible to vote in the polls, which correspondents say will be a prelude to the outcome of the general elections expected in Italy next year. A showdown is taking place in Naples, where the granddaughter of Italy's fascist wartime leader, Benito Mussolini, is in a run-up for mayor. Alessandra Mussolini, a former law student and movie actress, faces former communist Antonio Vassalini. U.S. Secretary of State Warren Christopher, currently in the Middle East, has announced that the implementation of the Tel Aviv-Arafat Agreement has faced problems. Christopher has also claimed that if Palestinians and Israelis ask him to mediate, he is ready to do so and help settle the differences. According to the U.S. Secretary of State, the two sides have differences over the interpretation of the Gaza-Jericho Treaty. Yasser Arafat had called for mediation by the U.S. and Russia to resolve the disparities. However, Zionist Prime Minister Yitzhak Rabin had rejected U.S. mediation in this regard. Christopher arrived in Israel on Friday night at the start of the Middle East shuttle diplomacy and today arrived in Damascus from Israel. The Palestine Liberation Organization has decided to limit the part played by Chairman Yasser Arafat in peace talks with the Zionist regime. A meeting in Tunis of the PLO's executive committee decided to entrust negotiations to a new committee. The move is seen as a response to criticism of Mr. Arafat amid continuing clashes on the West Bank between Zionist troops and Palestinian demonstrators. Angola's foreign minister is denying reports that negotiators from Angola's warring factions have reached a ceasefire agreement. But Angolan radio says the talks will continue tomorrow. Other reports are saying a ceasefire agreement has been reached, but it has not been decided how to announce the truce. The spokesman for the rebel movement, UNITA, told the Associated Press the ceasefire could not be implemented until UN forces are in place to monitor and supervise disarmament. At least 23 people are dead after a hurricane ripped through the coastal districts of southern India on Saturday. The storm brought winds of up to 129 kilometers per hour, ripping up trees and blowing down telephone lines. Intense rain also hampered relief work. Officials said most of the victims were killed when their houses collapsed under the powerful combination of rain and wind. People living in Singapore have the chance to visit an exhibition with a difference. The temperature inside the exhibition hall doesn't rise above freezing and visitors have to put on jackets and gloves when they get in. The tropical temperature outside is about 30 degrees. Inside, it's freezing. It's a unique opportunity. Singapore is to see firsthand the work of the ice sculptors from northern China. They take part in the ice carving festival there every year. A Singaporean businessman with a factory in the city was impressed. Now he's imported 21 ice carvers and 350 tons of ice and refrigerated an exhibition hall in the center of Singapore. He plans to give Singaporeans a chance to see the ice carver skill at first hand. The 21 sculptors
on the show include a model of Beijing's Nine Dragon Wall. And for locals who can't take the cold, jackets and gloves can be hired at the door. The first Hubble Space Telescope, the Periscope, floated out of Shuttle Endeavour's cargo bay Saturday night to begin a six-hour spacewalk to improve the troubled telescope. According to UPI, the two astronauts, both experienced spacewalkers, left Endeavour's airlock to begin setting up equipment to replace Hubble's faulty gyroscopes, tronics control units that operate the gyroscopes, and eight fuses. The spacewalks are planned to improve Hubble's operation and counter a defect in its main mirror. This has been the news for December 5th, 1993. Thank you for watching and have a nice evening. بله، مثل این که در شروع برنامه قرن جراحان مشکلی برای فیلم ما به وجود آمد که من خدمتون حاضر شدم که ازتون معذرت بخوام، انشاءالله ما رو خواهید بخشید. میبینم روی صفحه تیویو که فیلم ما آماده است، اگر موافق باشید تا لحظه دیگه نگاه میکنم. ناویه 1846 براسول کاربرد پزشکی گاز خنداور را نمایش میدهد. آقای بل، فکر نمیکنم احتیاجی باشه بیشتر از این وقت شما رو. این برنامه چون بیمار بسیار چاق بود با شکست روبرو شد. در آن هنگام ثابت نشد که گاز خنده‌آور بر آدم‌های چاق تأثیر چندانی ندارد. من یه فکری دارم که ثروتمند بودم. نه، هفته ای دو دفعه به هم میاد. داستان غم‌انگیز براسول می‌دونی؟ نه. همین دندون سوزی که ادعا می‌کرد می‌تونه درد رو از بین ببره؟ من در نمایشون تو بیمارستان چه قبولی بکنه شو برد حضور دارم که چی؟ میکنم بذاری حرفم رو تموم کنم؟ دیروز یه دوست قدیمی مو دیدم، خیلی با هیجان گفت یه هفته رو در خاکوف گذارم و رفته به دیدن ورز. دختر بیچاره دندونشو کشیده بود بدون این که سوزان کمترین دردی رو تحمل کنه. براحتی دندونشو کشیده بود، میگفت یه معجزه بود. یه معجزه؟ فکر میکنی راست میگفت؟ چرا؟ خیال میکنی اون چرا باید همچین دروغی رو اختراع کرده؟ شاید برای اینکه ناراحت بکنه. هیچ. خب دیگه چی بهتون؟ ورز یه احمق بی‌آزار. من تصور میکنم اون یه چیزی دیگه، ولی خیلی کنم. یه همچین مسکین اگه درست ازش استفاده بشه میلیون ها درآمد داره. خب استفاده درستش کدومه؟ خواهی امروز اول وقت یه مریض داشتم. اون در شرایطیه که برای هر جور آزمایشی حاضره، فقط به شرط اینکه معالجه درد نداشته باشه. حالا میتونی چیکار کنی؟ میتونی روش حساب کنی. Thank you.